با آنکه هر ساله از اشتم مارش روز جهانی زن در کشور تجلیل به عمل می آید اما کارکردها و دستاوردها در مورد زنان کشور چیست سلام و وقت بخیر به برنامه رادیویی با ما کنشکا شتاب ملکزاده خوش آمدید مهمانان شریک در بس خانم همیرا ساقب رئیس خبرگزاری زنان افغانستان و خانم رویا دادرس سخنگوی وزارت امور زنان با ما هستند خوش آمدید مهمانان گرامی خانم ساقب با شما آغاز میکنم کارکرد های در طول سال ها مثلا از هشتم مار در ارتباط زنان صورت میگیره تجلیل به عمل میایه مراسم در سراسر کشور خصوصا در بخش از وزارت امور زنان صورت میگیرد اما این کارکرد ها این مناسبت ها و این برنامه هایی که به عمل می آیا واقعا مشکل آن اد از خانم هایی که واقعا در فعلا در معضلات هستن حل می سازه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و خانم دادرس و بینندگان این گرامی در بحث حوزه زنان ما به عنوان کنشگران حوزه زنان به این نکته تاکید میکنیم که فرهنگ سازی بحث بسیار مهم است و شما چطور میتونید در یک جامعه فرهنگ سازی بکنید با یک قسمتش با ایجاد برنامه های مثل هشت مارچ، روز من خشونت، روز جهانی من خشونت و امثال هم یادبودهایی را در رابطه با مسائل زنان به نوعی فرهنگ سازی هست نه. اما اون چیزی که خیلی مهم هست در این فرهنگ سازی ها یکی که حالت تنها نمایشی به خود نگیره شما هر سال متاسفانه یک, یک بدون از ای که ما بیم در روز هشتم مارچ چالش ها رو بررسی بکنیم مشکلات زنان رو بررسی بکنیم و یا حداقل از این هشت مارچ تا هشت مارچ سال بعد رو وزارت امور زنان و هایی که در راستای مسائل زنان کار میکنن یک تحقیق بکنیم که چقدر تانسته تغییر بیاره به وضعیت زنان ما فقط اکتفا میکنیم به گل و یا چادر و یا مسائلی از این دست و یا در صورت بسیار پیشرفته تنها صحبت هایی این مورد داریم زمانی که به این بحث ها بسنده شد و ما نتونستیم قدم های عملی و قدم های مثبت و مسمری را برداریم اینجاست که نشان میده که ما فقط حالت سوری مسائل را خوش داریم و عمیق به مسائل زنان نمی پردازیم خانم ساقب این قدم های استوار و این قدم های عملی را کیها باید بردارند در این راستا کدام نهادها ها معذف هستند کدام نهادها ها مسئولیت دارند که کار کنند به خاطر خوصن زنان بودجه های خیلی مالی بزرگ به خاطر زنان در افغانستان گرفته شده اما آن کاری که در این 16 سال تقریبا 16 سال اجرا شد چی بود؟ ا... البته بین یک مقدار خوشبینانه به قضایا ببینیم شما در طول 15 سال قانون من خشونت رو دارین جدا از اینکه توسط پارلمان رد شده یا نشده ای تصویب شده یا نشده ده. ولی مری هست شما قانون من از یت جنسی را دارین که توسط کمیسیون امور زنان توسط خانم کوفی پاس شد که قدم بسیار نیک هست شما حضور بیشتر زنها رو نسبت به سالهای گذشته دارین این ای بحث ها بحث های خوبی هست اما شما زمانی که بر میگردین به این مسئله که بحث زنان فقط موضوع مربوط تنها وزارت امور زنان هست و یا فقط مربوط خود زن ها هست اینجا است که شما فکر میکنین پرداختن به مسائل زنان یک نوع امتیاز است به زنان و این خودش شروع گسست و شکاف میانه اجتماع را ایجاد میشه مسئله زنان ضرورت یک جامعه است اصلا شاخص توسعه یافتگی یک جامعه میزان حضور واقعی و منادار زنان در حوزه سیاست است سپاس از شما آه. خانم دادرسران چیزی را که خانم ساقب به او اشاره داشتن موضوعات در ارتباط رسیدگی به خانم ها تا چی حد صورت گرفته و چی کارها و چی قانون پاس شده چی قوانین پاس شده تا چی حد وزارت امور زنان تانسته بر خانم های واقعا که مشکل دارند در سراسر سر افغانستان برشون رسیدگی کنند و آن کارکرد مسمر وزارت امور زنان چی بود است؟ تشکر از شما بنام نام خداوند یکتا سلام عرض ادب خدمت شما و سلام عرض ادب خدمت هموطن عزیز, عزیز ما, که از طریق برنامه تلویزیون ما را مشاهده میکنند وزارت امور زنان تا حد امکان کوشش های خود را به خاطر بهبود وضعیت زنان انجام داده و همچنان دستاورد های زیاد را روی دست داره و بعض پلان و پالیسی های را طرح کرده تا به خاطر با تطبیق از بتانه که بهبود وضعیت در زندگی زنان ایجاد کنند خصوصا های متضرر که متضرر خشونت هستند زنانی که در مناطق دوردست قرار دارند به خاطر همکاری از ما بسیار کوشش های نهایی صورت گرفته خانم دادرس یکی موضوعات قانون و قانون من شدن و تطبیق قانون است و یکی موضوعی را که شما مطرح میکنید در ارتباط از یک برنامه های عملی و چی کارهای به خاطر خانمها صورت گرفته خب برگردیم به اینکه تا چی حدی قوانینی که پاس میشه در جامعه افغانی در جامعه که ما و شما زندگی میکنیم بالای خانمها ها تطبیق میشه و اون کار کرده و او اون حقوق را که خانم ها دارن حداقل آن خانم ها از حق خود آیا آگاهی دارن یا خیر تشکر و ما ایرا گفتم میتونم که وزارت امور زنا بسیار کوشش کرده همه قوانینی که طرح کردیم و خاطر تطبیق ازی کوشش کردیم و دیگه ای که از طریق کوشش ها در چی حد بوده کوشش بله بیشتر ما از طریق چون مناطق دوردست هستند ما خواستیم تا به خاطر ذهنیت سازی مردم آگاهی از حقوقشان از طریق تدویر سیمینار ها و ورکشاپ ها تا اینا را آگاه بسازیم که زنان در خود چی حقوق و امتیازی دارن و چی گونه از حقوق و امتیاز خود استفاده کنند ما را بیشتر کوشش کردیم از طریق تدویر سمینار ها مگر مشکل و چالش هایی که وجود داره یکی از عدم امنیت است که ما نمیتونیم در مناطقی که دوردست مانند ولستوالی های سر پول است و بعض ولستوالی های دیگه است نتونستیم در این مناطق در سر نبود امنیت ما این ورکشاپ های خود دایر کنیم خانم دادرس هران چیز را که شما صحبت میکنین فکر میکنین واقعا به آن درد از خانم هایی که واقعا در سراسر سر افغانستان با مشکلات متعدد روبرو هستند حتی نمیتونند مشکلات فامیلی و خشونت های خانوادگی خود برملا بسازند با آن دست خانم ها چی کار صورت گرفته ما شما اگر به سطح ولایات یک نگرش داشته باشیم میبینیم که در ولایات با چی حالت خانم ها زندگی میکنن حتی در شهر کابل پایتخت ما شما قضایای بیش از حد را دیدیم آخرین قضیه که اگر بگیم مورد فرخنده بود که در سطح شهر کابل هم ما دیدیم برنامه های عملی که وزارت امور زنان روی دست داره و بعد از اینکه 8 مارچ هم سال تجلیل میشه و هم سال ماش ما دیدیم که تجلیل شد بازم برنامه های مشخص در دراز مدت وزارت امور زنان بر زنان چی در نظر گرفتن؟ تشکر جهان سپاس وزارت امور زنان در قدم اول هشت مارچ ایبار بار نخواستن که از این مصارف که هر بار صورت میگرف ای بار جلوگیری کردن نخواستن کمی موافل که سود به خانمی که در یک گوشه از خانه در روسته ها و در قریه ها شده هیچ کدام فایده نداره اونا کسایی هستن که نه تلویزیون نه در رسانه در دست دارن و از طریق رسانه هم نمیتونن را مشاهده کنن این بار ما خواستیم که یک همکاری با همچ خانما صورت بگیره به خاطر توانمندسازی اقتصادی زن و وزارت امور زن این بار خواستن که صندوق وجهی که ما همین مصارف گزاف که بر ما مصرف میکنیم ما را جمع کنیم یک صندوق وچی یا کمکی به خانما ما را تدیر کردیم که میتونیم که تمام مصارفی که مثلا کمک هایی که از نهاد ها صورت میگیره همکاری هایی که صورت میگیره ما در این صندوق به خاطر بهبود وضعیت زن متضرر و همچنان یک صندوق دیگه که ما ایجاد کردیم یکی هم بعضی امراضی که زیادتر در بخش خانم هستند که سرطان سیدی میگن در بخش بله. ما دو صندوق ایجاد کردیم که خودش یک همکاری بسیار بزرگ است و خاطر که اگر ما از این جلوگیری کردیم علتش نبوده که ما توانمندی همچون معافل نداشتیم ما فقط خواستیم که ما یک همکاری اقتصادی با زنها داشته باشیم زنهایی که متصرر هستن زنهایی که توانمندی تداوی سی خود نداشتن از این صندوق ها میتونند به صورت خوبتر استفاده کرن. خانم شورها خیلی زیاد عمل کرد و عملی شدن شعارها خیلی کم در سراسر افغانستان چرا در مورد زنان این, این مورد؟ دو بحث هست در اینجا یک بحث عمده است که ما جامعه ما حتی بگویم پس و جنگ به خاطر که ما عملا با در یک جنگ نخواسته تحمیل شده قرار داریم و خودش بخواهی یا نخواهی کاملا جامعه را به سوی خشونت پیش میبره بحث فقر و ناامنی بحث های بسیار مهمی هست که بیشترین کسانی که صدمه می بینن از این قضیه زنان و اطفال هستند که میزان خشونت بسیار بلند میرن بحث بعدی بحث متاسفانه همون نوع نگرش فرادست و فرودست هست محب. شما وقتی که با سیاسیون صحبت میکنین طریقه بحث به این شکل است که خب ما ناامنی را داریم ما مثلا فقر را داریم وقتی این بحث ها حل شد باز ما میپردازیم به بحث زنان یعنی بحث زنان بحث جدی اصلا نیست فکر نمی در افغانستان این موضوعاتی که مطرح میشه خانم ساقب که ما تا چالش های امنیتی حل شود بعد از او به موضوع زنان میپردازیم پردازیم خیلی زمانگیر خواهد بود و حتی یک موضوعی که می که شکل کلاه بگذارند بر موضوعات خانم ها و مشکلات خانم ها؟ دقیق است، دقیق است. بحث ما هم همین هست که شما وقتی نوع نگرش را میبینید که از فراد است به فروده هست. یعنی زنان آه، طیف فروده دیده میشن که در مراحل بعدی به اونها پرداخته شود. یعنی نیاز واقعی جامعه را شما حس نمی کنین. هم یک بحث. بحث دیگه نگاه مرد که در درون دستگاه حاکم هست. این فرق نمی کن. از بلندترین مرجع که شروع تا پایینترین ترین لایه جامعه نگاه موجود هست یعنی شما به عنوان یک مرد حق دارید تصمیم بگیرید برای یک زن ولو او زن در هر هر رتبه ای که قرار داشته باشه بحث دیگه بحث سنت هایی هست که حتی بر سنت های خشک و ناپسندی که حتی بر اسلام آه آه برتری میگیره یعنی شما سنت بدل را میبینین که بدل در در دین نیست لا شعارفت فالاسلام ولی شما میبینین عملا با وجود ازی که مردم میدانن چون حاکمیت قانون ضعیف هست شما بحث بدل را دارین این یک نمونه ازدواج های اجباری ازدواج های زیر سن میره جز به سنت های خوش بحث بعدی بحث عدم قرائت قرائت کهنه از دین هست متاسفانه قرائت کهنه از دین یکی از قوی ترین ابزاری هست که بر علیه پیشرفت زنان در جامعه سنتی که مردم سواد دینی و فهم دینی ندارن استفاده میشه و این گونه است که با توجه به همون شعارهای بسیار کلانی که داده شده شما هنوز وضعیت زن افغانستان را در وحشتناکترین موقعیت می بینید شما هیچ گونه اخباری را بینید که در سمت جنوب از زنانی که گرفتار دایش شده باشن این نشر شده باشن در اینجا شما ما به عنوان کنشگران حوزه زنان حتی جامعه رسانه مردانه را هم دخیل می که جامعه رسانهی مردانه جنوب تصمیم گرفته که هیچ مسائل زنان به بیرون درز نکنه و ای خودش ببینید در کنار از که زن متضرر جنگ هست بله. زن متضرر جنسیت خودش هست حتی به بیرون کردن صدا هم صدای زور انسان هایی که آگاه هستن و درس خوانده هستند با به ما نوع نگاه مرسالانه صدای جنایتی که بر علیه ازو هم خاموش میکنه خانم تمام یک تحت پوشش شرمساری و موضوعات این این که بله بله تحت هست. پوشش از این قرار میتن و حتی بعض موضوعات در من میرا صحبت کردم که در ولایت ها حتی بعض موارد خوشونت های است. اما که که همون چیز که قبلا شما اشاره کرده ننگ، ناموز، غیرت و موضوعات دیگه مطرح میشه و آن خوشونت ها تحت پوشش از این پوشانده میشن آن کار خس. کرده را که باید مقامات حکومتی، نهادهای مسئول و نهادهای غیر دولتی که در این راستا کارکردها دارن داشته باشن باید چی باشن؟ ببینید من بس خدمت شما عرض میکنم که آقای خان ولی عادل از پکتی آمد اعتراض کرد اعتراض کرد به قضیه بد دادن جوان بیست و چند ساله ای که اعتراض میکنه بر علیه رسوم موجود این چی نمی رسانه که یعنی ذهنیت مردان و زنان در اون منطقه تغییر خورده او جوانی نه نیست که در کابل زندگی کنه جوانی که از اون منطقه آمده یعنی خانم ساقب این ذهنیت تغییر دادن آیا در طول همی سالها پروژه هایی که گرفته شده به نام پروژه های حقوق زن رسیدگی به زنان و یا موارد رفع خشونت و دفع خشونت فکر میکنین آن رسیدگی از آن باشه و یا خود شعارها و عملکردهایی که در ارتباط زنان و خشونت علیشان صورت گرفته آن بلند رفته اجازه بتون سوال اولش مرجع بتون باز به این سوال بیارم. زمانی که خانوالی عادل خیمه تحسن اعتراض را بلند میکنه وظیفه وزارت امور زنان وزارت, خو... وزارت داخله و همچنان نمایندگان مردم جنوب بود <applause> که به معنای واقعی به این قضیه, ای قضیه رسیدگی میکردن و بررسی میشد در صورتی که این چونین نشد با وجود از که بسیار کنفرانس های مطبوعاتی هم گرفته شد یعنی خود گذاران در حسه تطبیق قانون کندکاری میکنن <تص> این یک بحث است بحث دیگه شما فرمودین که این آگاهی از کجا شده؟ یک سره نمیخوایم که تمام ها را سفید یا سیاه ببینیم بلد. یقینا کارکرت های مثلا نهات مثل حقوق بشر، نهات های زنان، وزارت امون زنان مؤثر بوده که مردم به آگاهی نسبی از این قضیه رسیدن اما به معنای واقعی ای کاش مثل سیگار واره یک یک نهادی از ایجاد میشد در افغانستان که به معنای واقعی نهادهای کلانی را که در حوزه زنان کار میکردن به معنای واقعی بررسی بکنه که آیا همچنان که ما اسکرای خیالی داشتیم همچنان که ما مکاتب خیالی داشتیم آیا ما کارگاه های آموزشی خیالی هم داشتیم <applause> این بسیار مهم است که شما یک بررسی بکنید که چقدر به معنای واقعی کار صورت گرفته و اگر کار همچنان که ما در گزارشات داریم کار به معنای واقعی صورت می گرفت، امروز ما با آمار پایین خشونت مواجهیم. الان هر چیزی را که یافته های خودتان در ارتباط رسیدگی به موارد زنان در افغانستان است چی هست آیا واقعا کارکردها که شعار داده میشه آن کارکردها عملی شده و یا خیر باز هم پروژه ها میلیون دلاری گرفته شده ما هیچ کاری صورت نگرفت ما در عرصه اه اه قانون سازی برای زن ها موفق بودیم یعنی پارلمان حداقل با پاس کردن قانون مناظر ازیت جنسی و بعدی رئیس جمهور که در رابطه بود کار بسیار خوبی را کرده و همچنان تعهدی اندکی را که ما از سوی خود شخص رئیس جمهور ببینیم تانسته یک مقداری آه، آه، در سطح بالا در سطح پالیسی سازی حمایت های قانونی آه، 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 یک مقدار حرکتی به جلو داشته باشه به جلو داشته باشه منکر از این قضیه هم نباشیم که قانون سازی میتونه اخلاق سازی در جامعه بکنه اما فکر نمیکنین مدت زمان خواهد کار داشت و دستگاه کار خواهد داشت که عملی پشت دخلیت. موضوعات قانون بحث بعدی است که حکومت چقدر اراده سیاسی برای تطویق قانون داره این خیلی مهم هست که حکومت بتانه وزارت امور زنان، کمیسیون امور زنان همه اینا دست و دست همدگه بتن و برنامه های عملی داشته باشد همچنان از سوی نهادهای مدنی یکی از بحث هایی که حکومت یا اداره امور در تفاهم نامه ای که بین گروه کاری مشترک جامعه مدنی و اداره امور آمده بود بحث نظارت جامعه مدنی است بسیار مهم است که در تمامی برنامه حکومت جامعه مدنی نظارت خود را داشته باشه نظارت یکی از کارهای مهم جامعه مدنی سپاس. است که باید در رابطه داشته باشه سپاس. خانم دادرس آن برنامه های عملی و کارکرد هایی را که وزارت امور زنان به خصوص شما چند نماینده وزارت امور زنان هستین در راستای زنان در اثر را افغانستان انجام باید بدهند و خواهند داد در سال پیش رو چی خواهد بود؟ خو, اه, کارکرد و عمل, هایی که قبلا انجام دادند خواست طریق رسانه ها آگاستین مگم کارکرد های جدیدی که به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی زنان بیشتر در نظر گرفتن این هم روی کار است و پلان و پالیزی هایی را طرح کردن تا بتانیم به صورت بهتر خوبتر دسترسی اقتصادی زنها داشته باشند. چون زم ما زمان میتونیم خشونت از کمتر بسازیم زمان است که زن توانمند شود. زمان که توانمند دا اقتصادی داشته باشه زن توانایی زیر داشته باشه که مصارف خود خود برآورده کنه و همچنان بتونه که خود خود به مکاتب بان پس خشونت ها کم میشه ما بسیار کوشش میکنیم که به خاطر توانمندسازی اقتصادی زنان زیادتر کوشش میکنه وزارت امور زنان از این خاطر هم خواستیم امی نپا که یک توانمندسازی اقتصادی زن است ایرا به زودترین فرصت و به کمک بودجه هایی که از ارگان های دولتی و غیر دولتی با ما میشه ما رو میخواییم تدبیق کنیم تا بتانیم که امی خشونت ها را از طریق توانمندسازی زنان ما کمتر بشه. این روند تا چه حد شفاف است؟ بخاطر که باند از زنانی که در سراسر سر افغانستان در ولایت در قرا و قصبات دوردست افغانستان زندگی میکنن آیا بر از زمینی مساعد خواهد شد که بتونن از زمین توانمندی اقتصادی که بر زنان شما ذکر کردین از زمین فرصت استفاده کنند تشکر ما در قدم اول میخواهیم از که در روستاها زندگی میکنن و اینا کسایی هستند که دسترسی به می از طریق زراعت میخواین زندگی خود پیش ببرن. ما به اینا چندین پلان و پالیسی های داریم که ما میخواهیم اینا توانمند شوند از نگاه اقتصادی وقتی که نو توانمان شدن پس میتونن به تعلیم و هم دستیا بکنن ما ایرا مد نظر گرفتیم و همچنان همین پلان های ما در حالت تطبیق است و مناطق ناهمنی که واقعا به دست خود دولت نباشه و کسایی باشن که ما در اونجا دسترسی پیدا کرده نمیتونیم و این یک کم مشکل است فقط ما در اون مناطق نمیتونیم از این خاصی ما یک و تا جایی که ما تا حد امکان ما کوشش میکنیم که خصوصا زنانی که در روستا هستند قریه هستند ما از طریق تطبیق امی انکشاف پایدار خصوصا امی نبوا میتونیم اینا رو توانمندی اقتصادی بتیم. آن برنامه مشخص اگر خیلی کوتاه بگین در سال 1396 برای خانم ها در سراسر سر افغانستان خصوصا برای آن دست خانم که فعلا مورد خشونت قرار می گیرند خیلی فعلا با مشکلات صدها مشکلات در سطح افغانستان زندگی خود پیش می برن. برنامه مشخص چی است برنامه مشخص ما زیاتر می خواهیم که ذهنیت ها را تغییر بدیم تا امی خشونت هایی که در ذهنت های مردم است ما می خواهیم که میره از طریق تطبیق سمینار ها و رکشاپ را دور بسازیم و دیگه که از زمانی که ما زنها را توانمند بسازیم از نگاه تعلیم تربی از نگاه اقتصادی پس همی خشونت ها را می ما کاهش پیدا کنه بله. و مزیدتر می خواهیم که از امی طریق توانمند سازی اقتصادی زنها زیادتر مد نظر است که یکی از پلان بسیار مهم وزارت امور زنان همی است تا بتانیم که توانمندی سازی اقتصادی زنان را دارد کردن خانم ساقی بگر در آخیر خیلی کتاب بگیم که فکر میکنین که برنامه هایی را که وزارت امور زنان و دیگر نهادهای در راستای حقوق زنان در افغانستان به پیش میبرند آیا واقعا برای زنی که مشکل داره در سراسر سر افغانستان در ولایت ها و در جاهای دوردست افغانستان آیا مشکل از او حل خواهد شد البته خانم دادرس فرمودن که تنها یک بود کارشون بحث آگاهی دهی و ذهنیت سازی هست اما پالیسی های بسیار خوب دارن همچنان که خانم دادرس صحبت کردن چه در دولت چه در وزارت امور زنان چه نهادهای دیگه اما چیزی که مهم است اگر اینا فقط روی کاغذ بمونن من تعبیر به ببرهای کاغذی میکنم مهم. درست بسیار مهم است که اینا در عمل پیاده شد زمانی که در عمل پیاده شد میتونه به درد او زنی که در قریه است در دورترین نقطه افغانستان هست به درد ازو بخوره اما اگر در روی کاغذ باقی مون من فکر می کنم مصرف هزینه است مصرف سرمایه انسانی هست و مصرف انرژی و نیرو است و هیچ گونه فایده هم ندارد و در چندین سال تا حال گذشت همیشه همین موضوع که شما مطرح کردین در ورق گفته شده شعار داده شده اما عمل نشده آیا فکر میکنید که این بار وزارت امور زنان و نهادهای دیگر مصمم به این خواهد بودند که عملی کنند زمانی که شما یک جامعه شهروندی مسئول داشته باشید و مردم سوال بکنن از ارگانهای های زیرفت که اینا فعال خواهد شد ولی زمانی که مردم سکوت بکنن و هر اون چیزی که بر از اونا گفته میشه و دیکته میشه را قبول بکنن یقینا که برای عادی ادامه پیدا خواهد سپاس سپاس سامان. از حضورتان در برنامه و تشکر از شما بینندگان گرامی که تا این با ما همراه بودید تا دیدار بعد خدا نگهدارتان